مورد بعد اجینیشن از اسمش هم معروف، اجینیشن تو این برامت تو وبسایت ها سیاده، تو خود وبسایت خود من هم دیدیم. حالا بعدا توی لاراول میفهمید، توی لاراول، توی جنگو، توی سی شارپ یکی از آپشن های خیلی خوب این هستش که شما از مثلا بذاره لاراول میکنم پجینیت میکنم این هاشش بیاید از پجینیشن استفاده کنید. اینجا میبینی قفله، میره دومی، میره بعدی، حالا بعدی در واقع دیتا ها رو نمایش میده، قفله و برمیگرده بعدی. من بیمان کنم اینجا بحث پجینیت رو آماده میکنم، یک کامپوننت رو آماده است توی در واقع تمام زبان بکند، حالا مثل جاوا اگه از برای این برکاش استفاده کنم مثل اسپرینگ. سی شارپ ام وی سی چه استفاده بکنید، با سی شارپ هم یه پروژه ما زده بودیم اسمش یه پروژه فروشگاهی، این هم دقیقا توش ببینید پجینیت رو ما آمدیم پیاده کرد. اگه مثلا بیاید اینجا ادامه هر مثلا متعارف مثلا چیزی ببینید اینا پجینیتش اینجا داره استفاده میشه، تو تمام زبانه برنامه نویسی هستش. مثلا فلک اینا هستش، مثلا اینا پجینیت این هستش که میاد مثلا به این شکل پجینیت میخوره، این یه همچه چیزی رو اومده درست کرده. داره میگه از نب استفاده بکنید، اریال لیبل پیج نویگیشن اگزمپل یه همچی چیزی، بعد یو ال ال آی اومده پجینیت کرده، پجینیشن یو ال پجینیشن داده و به ال آی پجین پیج آیتم داده و به تگ ای داخلش هم میده پج، در واقع پج پیج لینک. دقیقا شما میتونید بیاید اینجا این رو پیاده بکنید، منهای این که بذار اینو پاک کنم باید از بیفور استفاده بایید، بیفور رو بذارید جلسه میشه در مورد بیفور صحبت کرد. گزینه مثلا پجینیشن رو داره، دیفالت رو بذارید براتون نها کنید پجینیت رو چیسا و بیاید اینجا بذارید میبینید که به همین زشتی براتون ساخته و به این شکل میتونید ازش استفاده کنید. پریویوس در واقع رقم قبلی است، منظور اینه این نکست داخل این در واقع بیاد یک و دو اینها رو توش قرار بده، مثلا اینو می‌ذارم یک داخل ببینید پیج آیتم، پیج آیتم پیج لینک داخلش این رو می‌ذارم دو و کد آماده است که براتون می‌سازه. گرچه من خودم میگم بسازید به این شکل، در واقع ببینید الان یک و دو رو قرار داده، میتونید ازش استفاده بکنید، میتونید از این مسیر هم نرید که بیاد براتون کد بسازه. خودش چیزی که گفته مثلا یه نب قرار بدید کلاس بله نمیشناسه شما خودتون قرار بدید نب رو alt enter من میزنم alt enter میزنم خب باز کن تک خب بیام اینجا و چیزی که چیزی که اینجا گفته پیج نویگیشن مثلا یه همچین چیز پیج نمیخوام یو ال خود رو بزنم یو ال کلاس این هم در واقع یو ال شو کنیم کلاس پجنیشن ال آی کلاس این هم نمیشناسه کلاس پیج آیتم و تگ ای که داخلش هستش میام مثلا شارپش رو میزنیم کلاس پیج لینک و مثلا یک بذاریم، لینک رو مثلا کنترل دی بذاریم بذاریم دو، اون چیزی که فرمولی که خودش داده من دارم استفاده کنم سه چهار از خود آماده هم که خود این کامپیوتر در واقع نرم افزار بده را یک دو سه چهار داره خود ساختش. میگه میتونید در واقع پریویوس رو گزینه پریویوس نها کنید، همون چیزی که اینجا ما الان قرار دادیم قبل و مثلا بعد رو اومده با این اپر ساین
اومده درستش کرده، میتونید از این استفاده بکنید. خیلی راحت میتونید اینجا کدش رو کپی کنید، مشخص چیزی سختی نیست. گرچه هم موبایل خودمون هم اینجا کدش میتونستیم استفاده بکنید، یا اینجا بزنم و اینجا رو عقبش رو هم براتون در واقع این در واقع هیچ کاری نمیکنه براتون، فقط استایله. شما فقط باید بتونید در واقع تو پروژه هاتون ازش استفاده کنید. میگه دیزیبل اکتیو و اینها داره، میتونید در واقع بیاید دیزیبل و اینا انجامش بدید. خب اون چیز زیاد سخت نیست. گزینه داره به نام تو این پریویوز، مثلا گزینه داره برای ایریا دیزیبل باره شروع کرده، یعنی اینجا ما از یو ال ایلایش استفاده بکنیم. اینا زیاد نیاز نیستش که مثلا درگیرش بشه، خدا شد فریم ورک ها ساپورتش میکنن. حالا مثل جنگ و مثل موارد ها بگیم الان دیزیبل این هم که اکتیو. چرا؟ چون موش در واقع کلاس اکتیو، همه بک‌اندی ها این رو ساپورت میکنن. سایزینگ داره مثلا LG و گزینه که داره دیمینه این سایز در واقع سایزش بزرگ باشه، LG و SM کوچیکشه. حالت معمولیش هم که همون حالتی هستش که ما داریم استفاده میکنیم. الائمنت داره، اینو شما میتونید بکشینش وسط. خب از فلکس استفاده کنید، چیز خیلی تابلویه. من بیام اینجا و مثلا شما بیاید اینجا استفاده کنید از همون یو ال که اینجا دارید، برگرد بگید مثلا جاستیفای کانتنت سنتر، بیام اینجا اینا قبلا درس بزنی میاد وسط. چون بای دیفالتش در واقع اگه بگیری بیای روش نگه دارید روی UL، احتمالاً UL رو از دیسپلی فلکس استفاده کنید. میبینید به خاطر همین نیاز نیست، یعنی شما اینجا برگردید بهش بگید که مثلا گزینه دیدش فلکس و اینا رو تمام قبل از اید بود اگه اشتباه نکنم درس ها یادم نمیاد، دیفلکس رو دیگه نیاز نیست اینجا استفاده بکنید. کافی هستش که جاستیفای کانتنت سنتر رو بزنید. برای چی؟ به خاطر اینکه بای دیفالت UL یا پجینیشن اصطلاحا پیشورزش فلکس هستش و میتونید به این شکل استفاده بکنید. مثلا کانتنت چون چیزی که بلدید دیگه، کانتنت سنتر جاستیفای مثلا اند بزنید بیاد انتها وایسه، جاستیفای مثلا بیتوین بزنید کانتنت مثلا بیتوین بزنید چه اتفاقی برش چقدر زیبا شده، یعنی اصلا از بدتر نمیتونه در بیاد. همون استارت بذارید و سنتر و نهایتا هم اند باشه. این مواردی هست که باره پجینیشن میشه ازش استفاده کنید. خب این هم برای پجینیشن. بریم سراغ نوار. نوار همون منوی خود ماست. بریم فیلم بعد.